من تعریفی نبود. آبجو لیسبون هم همون گندیه که پورتو بود. اصلا از نظر من اومدیم که آبجو نخوریم. پولتون رو همین کردیم. بچه ها اونا بیفهمم. بدون شک باید بیه اینجا بخوریم. این ساندویچ مخصوص اینجاه و محلی اینجا، ولی اینجا بهترین نوع این ساندویچ هست. هیچی هم نداره، هیچی نون و گوشت هیچی توش نیست، نه طعمی نه ادویه هیچی هم، ولی وحشتناک خوشمزه. فرض عجیب غریب. این هم سس پیری پیری، سس فلفل خودشون با این خردل هم که اصلا محشر میشه. اینقدر شیب داره اینجا، معلوم زمستون ها ملت اینجا چیکار میکنن؟ حالا اون ورشو بگیر دیگه، شده اینه این ترن های چیزه شهر وحشت های ترن شهربازی، این واقعا چیجور میاد بالا این شیبو باشن این با اینجوری بشه شیبش خیلی زیاده درش بسته هست بختم چقدر کوچه خلوته یه مسئله ای که اکثر ما ایرانی‌ها تو مسافرت داریم اینه که اونایی که رفتن مسافرت خارج معمولاً اولین سفرشون یا دبی بوده یا ترکیه، و خب این کشورام خیلی مدرنن و خیلی مثلا بکش و خوشگلم کن و نمیدونم آره عشق مدرنی چش و همچشمی و اینجور چیزا، یه همش تو رقابت هن که بلندترین برج و خفنترین نمیدونم چی، و این باعث شده مردم کلن یه تفکری نسبت به خارج داشته باشن، خارج از ایران، که همه جا مدرنه و مثلا اینجور کشوری بیان شاید خیلی تو ذوقشون بخوره، چون اینجا کلن یه جای بسیار سنتی و تا حد امکان هم سعی کردن همه چی قدیمی نگه دارن، اصلا خودشون قصدن، و این جز جاذبه دیدنی اینجاست که یه جورایی تو زمان متوقف شده و مثل باقی دنیا برج و آینه و اینا نشده. اگه همه جا مدرن بشه همه جا بین همه. آره دیگه، که خیلی جا الان اینجوریه، خیلی جا اصلا مرکز شهرشون همه اینا همش فرقی نداره، پاساژ هویت یه جاییه که تاریخشو نگه داره. آره. اون چیزایی که از تاریخ هست نگه داره، این چیزی که خودشون هم همش میگن و بهش آره. تاکید تو اروپا خوبیش اینه که واقعا این باعث شده که تو اصلا از یه کشور میای کشور دیگه و اصلا با یه دنیای دیگه مواجه میشی و این خیلی جذابه. دلیلی که اینو گفتم آخه یکی دوتا ولاگ دیدم از ایرانیایی که سفر کردن و اینجور کشورها اروپایی اومدن و همه هم مثلا شاکی هن که خیلی اینجا بیریخته، خیلی قدیمیه، اصلا ارزش سفر نداره، و به خاطر این بود این لازم دونستم این توضیح رو بدم که اصلا نه بیریخته نه قدیمیه، فقط دبی نیست اینجا. نه خب واقعا هم یه ویدیوی بینام بود که گفته به پرتغال کلن نیاید. آره به خاطر این جالب شد. حالا بحث سلیقه است دیگه، بعضی واقعا دوست ندارن ولی بعضی هم دوست دارن. اگه دنبال این یه چیز متفاوت ببینید آره، ولی اگه میخواین یه چیز مدرن ببینین اصلا واقعا اصلا نیاید، اصلا و ابدا تأکید میکنم نه امید آره. میشید چون اصلا هیچ چیزی از مدرنیته اینجا نمیاد، حتی تراموهاشون مال عهد بوقه، میشینی توش انگار سوار تراکتوری، ولی جذابه کسی که به تاریخ علاقه دارن. آره
یعنی میتونی بشینی داخل برای تونمای باز میکنن بخوری، یه مکان خیلی جالب و معروفی. حالا بریم ببینیم. معروف‌ترینش اینه بچه ها، ساردین با سس تند گوجه. اونها چرا اونقدر معروف هن آخه وقتی همونیه که تو سوپرمارکت میخوری؟ به نظر من چیز خاصی نیست. این هم یه مدل دیگه شه نیزه ماهی، این هم معروف های اینجا با روغن زیتون. همونیه که همه جا اینجا دوتا گرفت به اینجا بودم چند؟ با هم نزدیک 10 یورو بکنم. دوست داشتی؟ بگو راجع به اینا بگو. خیلی خوشمزه. دوتاش برنده شد. دوتاش برنده شد؟ یا پاپا برنده است هم مامان برنده. نه تو غذا ها چی؟ این تانا این ساردین خوشمزه بود یا این نیزه ماهی؟ هر دو خوشمزه. یا خب پس بچه ها دوست دارن در نتیجه. خیلی باحال. نظر شما چیه؟ به نظر هم مزه تونمایی معمولی بسید. به نظر شما نزدیک تره. قدیما بازار یکی از بزرگترین بازارهای دلالا بوده تو دنیا حتی، و یکی از معروفترین کالاها، حالا اینجوری درست نیست بگیم ولی خب تو اون دوره به این اسم معروف بوده که اینجا خرید و فروش میشده، برده بوده و این یکی از بزرگترین بازارهای برده در دنیا بوده. و خیلی جالبه که آدم های مثل ایشون که سردمدار برد آوردن و فروختن و بردگیری و استعمار بودن، الان جز نمادهای ملی و غرور آفرین این کشورن. یعنی قشنگ تاریخ که بگذره چی میگن، خاک سردی میاره زمانم فراموشی میاره. 100 سال 200 سال دیگه تو همین آلمان که الان زده اید برم ببین اگه مجسمشو نساختن. همونطور که خیلیاتون میدونین این شهر نزدیک 300 سال پیش کلن به خاطر یه سونامی
از بین رفته و این چیزایی که میبینیم همه رو دوباره از نو ساختن. نزدیک 90% شهر کلن با اون سونامی از بین رفته و همه چیز رو آب برده. ولی اصلا نوساز به نظر نمیرسه تو شهر که میچنه.